دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه خودتان و دوستان عزیز. صحبتی که همیشه میکنم راجبی است که تبسم و همون لبخند که از یادتان نره، چون هم صدقه هست و همی که فضا رو کاملا میتونیم عوض بکنیم، صمیمی باشیم و این تبسم و لبخند خاطرات بسیار شیرین رو از ما به جا میگذاره و در ذهن طرف میمانه که با فلان کس روزی همی پیشانی باز دیدم، پس میخندیم و تبسم داریم، انشاءالله که همیشه و همیشه خندتان مستدام باشه. اگر همکاران ما از نمای باز نشان بدند، هم یکنون در برنامه، در استدیو برنامه، جناب آقای سامول حبیب الله حبیبی، مدیر عملیاتی حوادث و اطفائیه با ما هستند و دو تن از همکارانشان در این بخش. و در هفته گذشته هم ما صحبت کردیم راجع به اطفائیه و بعضی حوادثی که بود. امروز هم استدیوی برنامه عصر حریوا مزین شده به وسایل نجات دهنده ای که واقعا در یک مراحل حساس لازم میشه. راجع به این موضوع صحبت میکنیم و اینکه در این عملیات در نقطه اول چه کارها باید انجام بشه و چقدر ایثار خودگذری ها از کجاها شروع میشه بیشتر صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، میهمانان عزیز خوش آمدید میگم. خوش آمدید جناب آقای حبیب، با شما آغاز میکنیم. عصر شما بخیر باشه. سپاس که لطف کردید باز هم وقت خود در خدمت ما بیننده عزیز قرار دادید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول متشکر میکنم از برنامه جهانی تلویزیونی اریوا اصدار برنامه عصری اریوا. سپاس از شما. تشکر میکنم که جای افتخار است که همی ارگان اطفایی یک ارگان خیراندشه، یک ارگان آب المنفع است که واقعا به نفع مردم افغانستان است، به خصوص به شهر هرات که شما را دعوت کردیم ما را که ما دوباره هم پیام های که ارتباط آتش سوزی ها وقایع و مجادله میشه و پیام مردم به خود برسانه. سپاس از شما. خوش آمدید دوست عزیز. شما هم خوش آمدید. میتونیم سلام علیکی داشته باشین خدمت بیننده عزیز و خود معرفی بکنید. تشکر. زنده باشین. سلام دارم خدمت شما. سلام به شما. در قدم اول تشکر میکنم از برنامه زیبای عصر حریوا شبکه تلویزیون اصلاح. ممنون شما. این جانب جمع خان افسر مجادله مدیریت عملیاتی حوادث و اطفای قماندانی امنی ولایت تهران. بسیار عالی. تشکر از شما. دوست عزیز سلام دارم خدمت شما. شما هم میتونید سلام علیکی داشته باشید و خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز شما. تشکر از این رسوا شما دعوت کردم. بنده هم اسد عمر حسین، یکی از افسران مجادله مدیریت اطفای ولایت ایران. سپاس از شما. واقعا وقتی با شما در استدیو این برنامه ما آمدم و شما رو دیدم، یک برق امیدی در چشمای ما زده شد، به خاطری که شما همیشه و همیشه واقعا ایثار و فداکاری میکنیم، جان برکفانی هستیم که حتی شاید به قیمت جان هم تمام بشه، اما تلاش میکنیم که جان یک هموطن رو نجات بدیم. سپاس از شما. جناب آقای حبیبی، میخوایم با شما آغاز بکنم راجع به اینکه خب در هفته گذشته معلوماتی رو ارائه کردین در بخش مسلکی بودن و مهارت هایی که باید داشته باشن در این بخش. شما به عنوان مسئول در این اداره و مسئول یک اداره که واقعا حیاتی هست و کلیدی هم هست، در این قسمت از مرحله اول میخوایم صحبت بکنیم. حالا وسایلی که در اینجا هم هست بیانگری هست که باید آمادگی ها گرفته بشه برای یک عملیات بسیار عالی که مثلا میخوایم نجات بدیم. در قدم اول این چست و چالاک بودن سربازان و همچنین نشه خدای نکنه سلنگاری بشه در تلفن هایی که به شما میایه، در این قسمت در ابتدا میخوایم صحبت بکنیم کمی تماس آمد چه کار باید انجام بشه. تشکر دوست عزیز. در قدم اول وظیفه اساسی اطفایه نجات و جان مردم است که در قانون اطفایه جواب میکنه. وقتی که زنگ ریق مثال در گوش شنیده میشه یا ابلاغ میشه، از 30 تا 50 ثانیه بعد پرسنل مجادله ما با پوشیدن لباس، با بالا شدن وسایل خود، با از بیرون شدن از قرول، یعنی وقتی معین در از 30 تا 50 دقیقه بعد پرسنل ما از قرول مدیریت برایم، 30 تا 50 ثانیه، یعنی 50 ثانیه نیده دقیقه که وظیفه اساسی ما در قدم اول وقتی که حریق صورت میگیره، مثال همین عامر نوکریوال که در معین پشت همین دستگاه مخابره و پشت تلفن ها اونجا نشسته است، همیشه وقت زنگ میاد از مردم یا در تلفن دیجیتال یا در طریق در مثال گوشی ها که زنگ میاد، او در قدم اول با دست راست خود قلم میگیره، با دست چپ خود گوشکی را، همین گوشی یا موبایل است یا تلفن است، عاجل کرده بسیار به سرعت میگه مدیریت عملیاتی اطفایی است، بفرمایید بفرمایید دوست عزیز. او میگه بسیار به عجله، بسیار ورخطا شاید محل آتش سوزی باشه، او میگه مثلا ورخطا میشه، میگه فلانه جا مثلا نای ششم فلانه آپارتمان حریق شده، ما به این اتفاق نمیکنیم که به این عاجل کرده قوای خود حرکت بدیم، ما بعد اسم میشه پرسان کنیم اینجا کتابچه مثال عریق به پیش رو مانده است چاپی است، من بیشتر به دوش شما برای شما گفتم در دست راست خود بعد قلم بگیره که نوشته میکنه، مثلا اسم میشونه پرسون میکنه،
نمبر تلفنشان رو پرسان میکنه، دیگه نقطه محل آدرس مکمل، نقطه نیرنگی و نویه طریقه. وقتی که ما این رو پرسان کردیم چه واسطه رو ما پرسان میکنیم؟ اگر اسم شخص ما پرسان نکنیم، هم ما در ایک رفتن هم میتونیم نقطه نیرنگی رو پرسان میکنیم که مثلا میگه که نایه شش، مثال پل ریگینه، نزدیک کدام مکتب، نزدیک کدام مسجد، یک نقطه نیرنگی هست که این بلد داشته اونجا. شاید در میو حریق ما یک کوچپ کوچه باشه که مثلا مردم ایره ندیده باشه که حریق دو صورت بگیره. ما این نقطه نیرنگی همین مسجد یا همین مکتب است پیش پرسان میکنیم، خود محل ایره اونجا هستنیم. و نویه طریق پرسان میکنیم، مثلا نویه طریق میگه خانه در گرفته یا انفجار گاز هسته یا میگه مواد مشتعله یا روغنیات هسته. با او ارتباط ما موترهای مخصوصی داریم، مثلا میگه تانک تیل در گرفته، ما موتری داریم که مستقیم موادی که با خاموش نموندن حریق است، همین حریقای روغنیات است، ما او رو حرکت میتونیم بهتره. اگر میگه مثال همینج گاز فروشیش در گرفته، ما موتری داریم که مخصوص مواد خاموش نموندن گاز است، او موتر خود قمانده میکنیم حرکت کنه. ما حریقی داریم مثال خانه است، مواد ارگانیک خاکستر از خود به جا میاره، اگر او حریق میشه مثال خانه است، ما موتری مخصوص داریم که ما این موتر حرکت میکنیم. به این ارتباط ما هر نوع حریقی که نویتش پرسان میکنیم مطابق به حمیق ما امی حریق ما وسایت خود ساق میتونیم طرف حریق. بعد از اون راپوری ما که مکمل شد دوباره زنگ میزنیم دمی نمره. چرا دوباره زنگ میزنیم؟ بسیار دوستای ما هست در افغانستان یک رواج شده که اطفای را آزار میتن یا بوزی میتن. وقتی که دفعه دوم ما صحبت میکنیم، ما از نگاه مسلک میفهمیم که همین آدم بسیار وارخطاست، یا آیا وارخطایی مطابق به گپ اولش ای تو فرق بینشان هست یا نیسته. اگر فرق اکزن دوستای ما اول میگه تاریخ شده، دفعه دوم میت خندگرد میکنه، یا میفهمیم که همین مورد بازی میته، یا ببینیم دفعه دوم که زنگ بزن ای بسیار وارخطا میباشه، میگه بسیار زوری میکنه شما حرکت کنید خانه. ما میفهمیم از نگاه صدا که فرق اول و فرق دوم از چیسته. بعد از اون ما زنگ حریق میزنه و زنگ حریق به پیش رو نکره ولی هسته که به پیش رو میزی هسته. زنگی که زدیم همه کپی که بیشتر چند سوال از کردن اینجا، یک کپیش آجل کردن ماول نکریوال میره در دم دروازه استاد میشه. موترای ما هر پرسنل ما بر ازای وظیفه داده شده که اساسی شماره است، شماره یک. او وقتی که زنگریق شده نام پرسنل مکمل از بین میره، توسط شماره است، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، چهار، پنج تا ده نفر شماره گذاری. هر کس وظیفه ازو مشخص است که در محل ریق بالا میشه. همین آمر نوکریوال یا مامر نوکریوال یک ورقه در دست آمر عملیاتی است که سیتی اول پیش رو موتر است که مثال نویت حریق، آدرس مکمل، نقطه رنگی هم است. بعد از اون این طرف حریق خاموش حرکت میکنه میره در محل حریق. دیگه بعد از اون میمونه محل حریق. وقتی که ما در محل حریق رسیدیم، همین آمر عملیاتی وظیفه اساسی است که در محل حریق برای بعد ببینه که آیا این خانه در گرفته، طبق دو، سه، چهار کدامش هسته، پرسنلیم از کدام قسمت مجادله رو شروع کنه، از کدام قسمت جلو کنه. یعنی آمر عملیاتی 100% باید مسلکی باشه، 100% با تجربه و مسلکی باشه. اگر مسلکی نباشه سعیس که پرسنل میره در سر کوچه وسایت خود توقف میته، پرسنل چی کنه؟ آیا نل کرمچی رو بدونه، از کپسولا بگیر استفاده کنه، زینه به کلکین بالا کنه، مثال کدامش بکنه؟ این بسیار به از نگاه مسلک به همینجا قمانده میکنه. استقامت من طبق 4 یا 5 به تعداد چند نل نلغه الغه کرمیچی یا فوم است یا آب است، هر چیز به تعداد قمانده است. پرسنل حرکت میکنه طرف معلیره. وقتی که با پرسنل میره اولین کاری که میکنیم ما اونجا یک آوازی بسیار بلند میکشیم در داخل میخانه که حریق شده خانه. چرا صاحب خانه شاید آوازی خود نکشیده باشه، او حرکت ها شده گریخته باشه. ما آوازی ما به معنای عزیز که در این خانه کسی دوستای ما امکان داره با دود و گاز مسموم شده باشه، یا پود چرا وسط ترس طرف دروازه خروجی ما شاید حریق شده باشه، اینجا پود شده باشه، وقتی که ما آواز میکنیم این آدم به اونجا اسیر میشه. یعنی خاطر جمع باشه که یک قوه ارضی آمده، یک کسی آمده برای نجات ما. این رو باید اول ما نجات میتیم، همین کسی که مثلا متضرر شده یا آسیب دیده این نجات میتیم. بعد از اون پرسنل دیگه عاجل کرده سیستمی برق زیر ما پیدا میکنیم. ما هر ساختمان میفهمیم در کدام خانه سیستم برق زی از کدام چپ دروازه یا راست دروازه ما برق داخل خانه رفته.
یا سویچ عمومی یا رو ما مکمل برق قطع میکنیم. وقتی که برق قطع شد، آواز ما بلند شد، همین پرسنل ما شروع میکنه مجادله برای خاموش نمودن عریق. وقتی که عریق خاموش میکنه خلاص میکنیم، همین از طرف آمر عملیاتی قمانده داده میشه که وسایل و تجهیزات خود جمع آوری کنین. وقتی که جمع آوری میکنه مکمل پرسنل به داخل امی اولی یا ما مواته از خانه هر جایی که جای بود به کوچه استاد میشه و آمر نوکریوال گزارش خود تهیه میکنه. مثلا ما گزارش تهیه میکنیم، مثال اسمش رو پرسان میکنیم، نویه طریقش رو پرسان میکنیم، چقدر خساره دیده تخمینی ما میگیم. صاحب خانه اکثرا ورخطا میشه، میگه در این خانه می ده لک روپه بوده یا به این خانه می چیزی نبود، او ورخطا میشه چرا آسیب دیده، متضرر شده و بعد از اون آمر نوکریوال تخمینی میکنه، میگه یک خانه مثال دو تخت قالین است یا عقل مالیست یا تلویزیون تخمینا خساره زیر میگیره، نجات هست که ما نجات دادیم. همینجا مکمل گزارش خود تهیه میکنه، بعد از او صاحب خانه باید تصدیق کنه که همین مدیریت عملیاتی اطفایه همه امروز به این تاریخ آمدن خانه ما را گل کردن، یعنی ادعایی سر مدیریت ما نداشته باشه. مثلا دوستا بسیار شده که پسان که ما رفتیم دقیقه روز دیگه دوستان ولی عریضه کردن که مثال این قدر طلای ما گم شده، این قدر پیسه ما گم شده. ما اطمینان خود حاصل میکنیم با این شخصی که متضرر شده، بعد از پرسنل خود در وسایل خود بالا میکنیم، پس میایم داخل قطعه. این قطعه که شد مثال اکثر دلیشای زیاد مثال آلوده با گل میشه، مثال تر میشه، ما گروپ دوم داریم، یعنی یونیت اول از نگاه مسلک اطفای یا یونیت دوم داریم. این پرسنل از جای اصلی در خط دوم میروند، پرسنل دیگه وقتی که یا آمدن طرف یعنی خط اول، پس پرسنل دیگه گرفت با وسایت خود، امکان داره حریق دو سه حریق آلوده خود صورت بگیره. یعنی ما سه گروپ، خط اول، خط دوم، خط سوم، یا بسابی بسلک اتفایر بگم، یونیت اول، یونیت دوم، یونیت سوم، کلش آمرای عملیتیش، پرسنلش، دریورایش، وسایتش آماده می باشه. و همیشه وقت ما در 24 ساعتی که ما هستیم از طرف شب و روز همین 3 نوت به خدمت مردم ما هستیم. سپاس از شما، زنده باشین آقای حبیبی. دوست عزیز، کار کردن در مدیریت اطفایه چقدر سخت است و شما چی شد که با این همه مشکلاتی که هست انتخاب کردین که در این مدیریت کار بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل که هست ما به خاطر شوق علاقه که داشتیم، وظیفه پاک و مقدس ما آمادیم به همشهریان عزیز خود تا هر اندازه که میتونیم خدمت کنیم. چقدر مشکل هست واقعا کار کردن با این مدیریت؟ مشکلات خود داره؟ مشکلات که مشکلات زیاد داره، ما مجادله با عرق میکنیم، با بین حریق میریم، هر به داخل حریقی که ما میریم و کپسول به داخل از او هست، پیکنیک هست، هر لحظه امکان از این میره که اگه انفجار صورت بگیره ما با او مقابله میکنیم. بسیار تشکر از شما. خب دوست عزیز، راجبی که خب مجادله با آتش، سر و کار با آتش بسیار مشکله. من مثلا خیلی از انسان ها رو میبینم می دست خود نزدیک با آتش که میگیره، قبل از اینکه مثلا حالا بسوزه یا نسه خیلی میترسه از آتش. خود شما چقدر واقعا دیگه مجادله میکنیم در کل با آتش، یعنی نمیترسین از آتش به صورت وقتی که عملیاتی میشه همیتا آماده هستین که بریم برای خاموش کردن؟ ما که حسابی صاحب وسایل ایمنی هم داریم، ما مخصوصا کلا داریم، دستکش داریم، به میخاطر لباس داریم که ضد شعله دلجمتریم. یکی با ما ادی هم شده به خاطر از اینکه وظیفه زیاد انجام دادیم و عرقای زیاد خاموش کردیم، با ما ادی شده نسبت با آدم ملکی که هست با ما آسان‌تره. مثلا مسلک ما تعلیم دیدیم، باز بیسو بار کاز میگم به کس ما مسلک خوندیم واردیم، نه آدم ملکی نمیتونه بیای کاری که ما میکنیم انجام. چقدر مثلا واقعا خوشحال هستی از اینکه آتشی رو خاموش میکنی، یک انسانی رو نجات میدی، در بیشتر موارد از آتش سوزی جلوگیری میکنی، خودت چقدر خوشحال هستی و افتخار میکنی به وظیفه خود؟ خدا شاهد صحنه که واقعی عریق میشه، من خود شخصا که داخل عریق میرم سرنر میزنم به صورت مثلا نمیزنم که بیسا اینگار فکر نمیکنم که این جمله به خطر از ور شوق علاقه دارم به خاطر مردم خوب میگم خدمت وزنا کنم مستر خدمت وزنا باشم به خیر فکر خود من شخصا به قصه جون خود خونیم میگم حداقل می مثلا متضرر شده مار و جان نجات میدیم من حداقل مزد اخیات حداقل دست مار میگیره. بسیار عالی، تشکر. ان شاء الله میشه موفق باشیم و محفوظ. چرا آقای حبیبی، خب راجب عملیاتی که بود صورت گرفت و شما صحبت هایی رو داشتین، برای من بسیار جالب بود که در ظرف کمتر از یک دقیقه با همه این مشکلات و نوکریوالی و موتر و همینا آماده میشه و از اینجا که به بعد که میره دیگه حالا مردم باید اینجا همکاری بکنن که این بحث جدایی هست. راجب
همین وسایلی که در اینجا دارین در قسمت از نا استفاده از نا مثلا هست، ما چگونه باید اینا استفاده بکنیم؟ و بعضی وقتا من میبینم در بعضی خانه ها هست، در بعضی موترها حتی نصب هست، در قسمت اینا اگر توضیحات داشته باشید. تشکر. یک خوشوقتانه در اواخر یک آله ضد دریق که در سال 2018 این وارد افغانستان شده که به نام نوی آیسپال یاد میکنن ایره ایره به نام آیسپال یاد میکنن ایره ای که است فقط سیستم استفاده از اینه که خودش انفجار میکنه. مثلا در خانه ما شما اکثرا ما دوستا ما فامیلا به جای سفر میکنیم، در خانه است امکان داره یک شورتی برق شوه، وقتی که حرارت به این میرسه خودش انفجار میکنه. چهار نوع پودر به داخل ازی گنجانیده شده که چهار نوع حریق خاموش میکنه همین نوی آسپال. این از نگاه محیط زیست، از نگاه تخریب خانه مثال هیچ کدام نقص نواقص تاوان با انفجاری که میکنه بنی انفجار تنها یک صدای خطرناک میکنه که کسی باشه شاید در قدم اول کم در خطا شه اما قابل تشویش نیست اینجا و خطرناک. حرارت که نزدیک از این میشه وقتی که حرارت شد یک دقیقه بعد انفجار میکنه، یعنی امی پودر مخصوصی که داخل از اینه ای چی میکنه؟ اکسیژن به منبع آتش قطع میکنه. ما مثلث حریق داریم، اکسیژن مواد سوخت به حرارت، وقتی که عرصه ازی یک جا شوه حریق صورت میگیره که خوشبختانه توسط همین نوی آسپال یک ازی رو ما قطع میکنیم. چی قطع میکنیم؟ اکسیژن قطع میکنیم. وقتی که هست از این مثلث حریق یک مواد ازی رو گرفته شما یا قطع کنیم حریق بل میشه، ای اکسیژن قطع میکنه حریق خود به خود خاموش میکنه. ای برای 5 سال است یک بار مصرف است. یعنی دوستان ما میتونن در خانه هایی که 3 در 4 است عرض و طولش 3 در 4 است یک دانه ازی استفاده کنن بند کنن. به دیوال هم جایش داره، دوستان ما ببینن که اینجا جای بندش هست، کود بندش هست، استفاده میشه. اما در وقتی که مثال میتر برق داریم یا همی جنبکسی برق داریم میتونه یک دانه به اونجا هم استفاده کنه. یا خوبی است که مثلا در نبودن ما شما از این استفاده میشه. بسیار عالی. یا خوبی دیگه داره که در نبودن ماسته دیگه آلایز دریق نوع پودر خشکی ABCE هسته همی که به پیش مقدر ای چهار نوع حریق خاموش میکنه. در افغانستان ما شما چهار نوع حریق هستن، مثلا حریق مواد ارگانیک هسته که مثلا همین دفتر از میز چاکی هسته و مثلا کمپل و لیاف آمیانه برای شما بگم که دوستان ما بفهمن. ای یک نوع حریق حریق مواد مشتعله یا روغنیات هست، دیگه حریق هسته و حریق گازات هست و حریق شارتی برق هسته. در سالهای سابق اگر ما چهار نوع حریق در خانه ما میشد مجبور هستیم چهار دانه کپسول ورزی بخریدیم. چهار دانه مثلا یک نوع حریق گل میکرد دیگه نوع. باز به می اواخر ما یک سفرها داشتیم به اروپا و امریکا با همی کمپینی هایی که ساخت و ساز ازیر به عهده داشتن همراه ازا شیشتیم همی جربست های ما بسیار صورت گرفت. چندین دفعه ما سفر کردیم سر همی آلای ضد دریق که یعنی افغانستان یک مملکتی غریب است نمیتونه چهار تا آلای ضد دریق خرید کنه. و باز او تعجب کردم که ما ایر به فرمایش شما در افغانستان جوری کنیم. گفتم بله. و در فرمایش ما چهار نوع پودر داخل یک کپسول کردن اما توسطی هوا و ماشین های پرکاری مخصوص هسته که این یخ دیگه اگر می چهار نوع حریق اگر به خانه هسته اگر در دوکان هسته اگر در موتر ما هسته هر نوع هسته ما حریق داشته باشیم توسط ازی خاموش میکنیم. یعنی ما امروز یک کپسول خورد آوردیم که بساب یعنی خورد و کلان ازی کلگی هسته تنها کلان که هسته یک نلی از خود داره دیگه این شکل هسته. وقتی که ما حریق صورت میگیره در خانه یا کپسول گاز حریق داریم یا سه ساکته یا فرش ما حریق کنه ما در قدم اول چی میکنیم؟ امو آواز پیشتر خدمت شما رساندون که بعد آواز بالا کنیم که همین بفهمن که حریق شده و دوم منبع آتش پیدا کنیم. همیشه وقت آتش از نقطه بسیار کوچک صورت میگیره یعنی شروعش نقطه کوچک هسته به فامیلا ما بفهمم رسانم که همین وقتی که یک لایتر یا فندک دست اوشتوک میته یا سوختگی سیگارت میندازه یا شورتی برق از بسیار یک نقطه کوچک حریق شروع میشه. اگر ما آتش سوزی میشه نقطه کوچک منبع داره مثلا ما طرف دودش از استفاده نمیکنیم مثلا طرف شعله و روشنی از استفاده نمیکنیم منبع دیره این چی میکنیم؟ فقط همین نلشه فقط فرق میکنه. مثال این هسته یک کیلویسته ما میتونیم مستقیما به سری مثال 50 سانتی یا نیم متر با سری حریق یا منبع از خود برسونیم. هر چی که آله کپسول حریق کلان شده میره وزن سیاد شده میره ما مسافه ما از محل حریق فاصله پیدا میشه. یعنی آخرین از که ما 12 کیلو وزن ایزیسته ما 2 متر فاصله میگیریم. 2 متر وقتی که 2 متر فاصله کردیم فقط کار از چیست؟ همین نل
ما از جوری خودش از قیدش واز میکنیم طرف منبع میگیریم ره توسط دست چپ بعد توسط دست راست این همین حلقه رو ما بسیار سرعت کش میکنیم ایدی حلقه رو که ما کش کردیم همین تفنگچه ازی واز میشه تفنگچه ازی واز میکنه توسط ازی ما چی میکنیم ایره فشار میتیم موادی که چارنوپیدر است از همین شلنگی گفته مردم یا همین نلی که است توسط آتش همین توسط هوا در قسمت پایین ازی هواست در قسمت بالا ازی چارنوپیدر که هر کدام ازی یه مخلوط شده توسط ماشین مخصوص هوا ازی چیزی که هوا را پودر شد میکنه داخل ازی این شد میکنه سر آتش یعنی و توسط ازی میگیریم یک پودر مخصوصی زرد است به سر آتش میای اکسیژن قطع میکنه آتش خاموش این کدام متضرر نیست این کسی یعنی به معلری کوشش میکنه نفر پیش روی هم نباشه چپ راست هر چیزی نفر هسته طرف پشت سر ما شما رو در پالو عقب که مثال همین در روی خوب نیسته یک تخریش خاص داره امکان جلد تخریش بده مثلا یک مازاد که ضرر کنه این پودر که مازاد هسته اصلا در قانون عزیز که وقتی که دوستان ما از بازار خریداری میکنن با ایر مکمل اسباب خریداری کنن به معنای دی که یک جور عینک داره یک دانه کلا داره و یک جور دستکش داره همینجا اما اکثر دوستان ما میرن فقط این کپسول خریداری میکنه همین وسایل مکملش نمیکنه من مردم خود خواهش میکنم وقتی که ازی خریداری میکنه اول از دوکانی خریداری کنه که جواز اطفایه یا مدیریت ما رو داشته باشه ما میشه وقت کسی رو جواز میتین که مکمل ما میرین کپسوله دیر چندین رای دیره عملی آتش سوزی رو به وجود میاریم اجرا میکنیم بعد از او ببینیم کیفیتش موادش تا کدام سال این مثال ای وقت داشته باشه بعد از او ایره ما جواز میتیم و وقتی گیر به دوست ما که میره از این خریداری میکنه جواز اگر نداشته باشه همین نقص و تاوان آتش سوزی که داشته باشه یعنی ما نمیتونیم که از این دوکان ما پس بریم پرسپال کنیم یعنی به منبع مثال به دولت معرفی کنیم که یعنی علی زی دریغ بکیفیت بده وقتی که جواز داشته باشه اگر از این خریداری میکنیم مثال در خانه ازی همین مثال به صورت مکمل خاموش نمیکنه ما میتونیم تاوان خانه دیره از اون مرکزی که یا خریداری کرده قانونی ما مقرره تنظیم امور اطفایی داریم یعنی از ما برگشت بتین به فامیلش تسلیم کنیم به اونجا یعنی ما هر کدام از این میتونیم که برای دو سال به فامیل خود نگاه کنیم وقتی که پرکاری میشه ریوالی زده است تاریخی زده است نویتی زده است هم برای دو سال است در صورتی که در نوری آفتاب مانده نباشه و یا به سر نم یا جایی که مثال رطوبت آب داشته باشه این مانده نشه برای دو سال است این هم یک بار مصرف است چرا هوا است وقتی خلاص شد پس این کپسول خود گرفته یه الگر بس میکرد میبره در بازار دوکانی که مغازه که جواز داشته باشه کلیج 30 افغانی این پاس پرکاری میکنه باز تا دو ساله خدا تشدیدی به وجود نداره فامیلای ما شما از این میتونه استفاده کنه یعنی این همیشه وقت دوستای ما به این فکر هستن که آتش سوزی نخواهد شد همین ما شما دمی هستیم که آتش سوزی نخواهد اما وقتی که شد کلیک ما دست پاچه میشیم چیغ میزنیم نمره تلفنی اطفایه کی داره از دکاندار پرسان میکنیم از رگبزر پرسان میکنیم از اعضای فامیل پرسان میکنیم وقتی گزی باشه چرا ما شما عاجل به اطفای سر کار بریم هیچ نمیمونیم آتش سوزی ما کلان شوه یا نش کنه از این ما استفاده میکنیم بسیار عالی سپاس از شما جناب آقای حبیبی عزیز که واقعا توضیح بسیار خوب بود راجع به وسایلی که استفاده کردیم انشاءالله ما تلاش میکنیم در هفته های آینده هم با شما باشیم مدرس های عزیز صحبت بکنیم معلومات بسیار کافی که ما نیاز به او داریم از طریق شما به دست بیاریم همچنین شهروندان عزیزی که در این قسمت باید توجه خاصی داشته باشند ممنون از حضور شما در برنامه توضیحات نیک شما و همچنین دو تن از واقعا ایثارگرانی که در این بخش کار میکنند سپاس از شما تشکر میکنم از تلویزیون اسلام و برنامه عصر اریوا که همین ارگان اطفایه ارگان اگر فکر بکنم که به نظر مردم قدم نمی آید شما ما را دعوت کردید یعنی آواز ما به گوش فرد فرد مردم افغانستان بلخصوص شهر هرات رساندین و هم بفهمند که یک قانون اطفایه چرا حریق شوه اول باید جلوگیری شوه خودی شخص میتونه یک خانم یک سیاسر یک طفل تو میتونه که ایره به او ترنم داده شوه فامانه شوه همی آتش سوزی انشالله صحبت میکنیم تلویزیون شما همی برنامه شما ما اگه چندین دفعه بیان یعنی نمیفهم گرافی حریق ما بسیار کاهش پیدا میکنه انشاءالله یعنی مردم ما شما بلدیت میکنه با ارگان اطفای
آشنا میشه از فرد مردم خود تشکری میکنم پیام ما را اگر کسی شنیده باشن خود عملی کنن نشنیده باشن پیام ما را به فامیلای خود برسنن انشاءالله سپاس از شما خب تلویزیون اصلاح هم بیننده های عزیز تلویزیونی هست مردمی از شما و در خدمت شما هست تلاش میکنیم برنامه هایی که انشاءالله تقدیم شما میشه حتی برنامه عصر علی و بخش های مختلفی که داره هدف فقط است که رضایتمندی شما خوبان به عنوان بیننده ها و شنوندگان خود داشته باشیم و برنامه های جامع و موثری داشته باشیم از جمله ای که حضور همچین شخصیت ها و نهادهایی که واقعا نیازمندی هستیم که ما باید بیشتر برنامه رو گسترش بدیم انشاءالله در برنامه آینده هم با خود خواهیم داشت و جناب آقای حبیبی هم حتما و حتما در برنامه های آینده با خود خواهیم داشت سپاس از شما تشکر و میان برنامه کوتاه میگیریم برمیگردیم با شما هستیم با ادامه برنامه عصر حریق